در این خصوص همراه هستیم با آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا. سلام و عرض ادب آقای رئیس‌زاده، اجازه بدید مستقیما به سراغ اصل مطلب بریم. سوال من این است که تحلیل شما از این گونه اقدامات طالبان چیست و آیا با توجه به گستردگی دامنه محکوم نمودن این اقدامات طالبان، امیدی در تغییر رویکرد طالبان در این زمینه وجود داره؟ تشکر. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران شما. ببینید، ما طالبا متاسفانه چند نقص بسیار عمده را داره که اینا نتوانستن در مدت به آمدن از اینا تاییم داشت و این خانین ها را کنه. یکی شیعی است که طالبا هیچگاه نتوانست در افغانستان ادغام شود در جامعه افغانستان، در جامعه محلی، اقوام مختلف، مناطق مختلف، جغرافیای مختلف و همچنان با فرهنگ و عادات مختلف هیچ وقت طالبا نتوانست خود هموار بسازه. این یک مشکل جدی برای طالبا. مسئله دیگر، مسئله یک مثال مهم است، نبود قانون اساسی و سایر قوانین در افغانستان. طالب و از وقتی که از سال 2021 در افغانستان حاکم شدن تا هنوز هیچ گونه قانون اساسی که اینا بتونه بر اساس عمل بکنه و بر اساس از پیش برن نداره. بسیار یک مثال ساده و عادی میتونم اینه که یک عسکر طالب خودش هم قاضی هست، هم دادگستر و دادستان و هم شهردار و هم سرباز و هم آمر پلیس. خب این با یه خصی نمیشه که تو در جامعه یک نظم را بپا بکنید. مسئله دیگر، مسئله اقده های ایدئولوژیکی و اقده های قومی طالبان. طالبان تحمل پذیرش همدیگر و سایر اقوام افغانستان را ندارد. در مناطق مثل بامیان، در مناطق مثل سرپل، دایکندی و سایر مناطق ما میبینیم که روزانه ده ها فرد از جانب نیروهای طالبان آزار و شکنجه میشن و نام های مختلف به عنوان های مختلف اینا مورد قتل صورت میگیرن، اینا گم میشن و حتی جسد اینا پیدا نمیشن. مسئله دیگه که بسیار مهم است که عدم پایبند بودن طالبان با معاهدات و قراردادهای بین المللی است. طالبان هیچ گونه قاعده بین المللی، هیچ گونه کنوانسیون و قرارداد بین المللی، چه از لحاظ حقوق بشر، چه از لحاظ سایر موارد سیاسی، طالبان قبول ندارد. طالبان از خود شیوه تنفر چی را داره؟ گسترشی را داره که محور اینا تنفر خود را به مردم افغانستان می‌کنه. این خود دیگر آنی حل نیست. دیگه چند زنی که بیرون رفتنش ممنوع هست و را بگه در ملای عام شلاق بزن، این نه یک از لحاظ انسانی قابل قبول است و نه از لحاظ اسلامی. خب نه از لحاظ معاهدات و کنوانسیون های بین المللی. از این لحاظ متاسفانه طالبان این کمبودها و این نواقص دارد. بله. اما امیدی که امیدی در تغییر رویکرد طالبان وجود دارد نداره. اینو من واضح بگویم که طالبان از بعد به برمیان آمدن سال 1996 تا هنوز هیچ گونه تغییری در ایدئولوژی زنا و رفتار زنا وجود ندارد. بله. توانستن که از جوانب مختلف، از لحاظ رسانه های ملی و بین المللی، از لحاظ مدیاها خود یک سفر نمایی بکنن. اما طالبا همون طالبایی هست که آمدن مردم هزار، مردم شیعه را در مزار شریف در 3 روز 11,000 نفرشان را کشتن، قتل عام کردن. در مسیر راه هزاره ها را ربودن، هزار شیعیان را قتل عام کردن و همون کردن. در صورتی که طالبا میتونه تغییر بکنه که نظام سیاسی تغییر میکنه، طالبا کسی که ایدئولوژی طالبان را قبول دارد، خودشان را قبول دارد، دولت اون منطقه بودن طالبان هم خدایی بکنه. دیگه من روی افغانستان طالبان را قبول ندارد. و تغییر هم در ایتر دیدن دارد. ما میبینیم که با این که بسیار همکاری نزدیک با سازمان ملل و کشورهای غربی دارد، اما از طرف جامعه افغانستان، از طرف مردم افغانستان، از طرف سایر احزاب که نقش و قدرت دارد در افغانستان پذیرفته نشده. و این قوم در نظر طالبان هیچ گونه تغییر نه در ایتر دیشتن به سیاست آورده نمیتونه، از شما سپاسگزارم. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا.